Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Rabi'an al-qanun ad-dawli lil 'amal. Far'i charumi qanun bayru ad-dawli umumi qanuni karas. Mashuma waqti ki kar ni binim ki kar ham chi ahmiyat zarurat idara ki basat hi bayn ad-dawl wa basat hi milli wa basat hi bayn wali barshan qawanin jur mesha. ای هم ارتباط داره به حقوق انسانی. یک رابطه بسیار نزدیک وثیقی داره در رابطه به حقوق انسان. حقوق انسان وقتی که در اروپا صنعت پیشرفت کرد، انقلاب صنعتی به میان آمد، انقلاب صنعتی ضرورت به کار و کارگر داشت. یک کارخانه ای که در قدیم یک انسانی که عمل میکرد خودش کار میکرد، برای خود مزد میگرفته و در کار خود آزاد بود. اگرچه در قدیم هم سیستم ظلم و استبداد بود بین کار و کارفرما و کارگر، بالای کارگر و مزدور و طبقه فقیر تسلط و استبدادی بودند، خصوصا در قرون وسطا و در قرون قدیمه در اروپا و در همه دنیا یک ظلم بود. ولی وقتی که حقوق انسانی پیشرفت کرد، تنظیم بین الدول به میان آمد، دولت های منظم و متمدن به میان آمدند و باز هم حالت کار و کارگر دیدند که حالت فلاکت بار است، کارخانه و فابریکه به میان آمد. در یک کارخانه به هزارها نفر کار میکردند، ولی کارش زیر شرایط بسیار سختی که به خاطری که فیودالیزم و سرمایه‌داری در اروپا هم رول و اهمیت زیادی داشت، سرمایه‌دار هر چیزی کرده میتونست و مردمای فقیر و کارگر محض یک وسیله استعمال اونا بودن. دیگه تشدد بود، ظلم بود، وحشت بود. به می اساس وقتی که حقوق انسان تنظیم شدن، تدوین شدن و اهتمام برشان شده، انسان کارگر و انسان فقیر و بیچاره اونام تعداد زیادی بودن، اجتماع بین المللی به فکر شد که در حالت اینها باید چیز تحسنی به میان بیاید، وضعیتشان خوبتر شود. ادت ثوره صناعیه للاهتمام بالعمال. وقتی که انقلاب صناعتی به میان آمد، به حیثیت و اهمیت کارگر کمی توجه شد و وضع لهم حمایه به خاطر حمایت اونها، چرا که تا امروز تقریبا امی قانون است که در عمال کارگرایی که در کارخانه کار میکنه مزد بسیار کمی را میگیره و به این دلیلی که صاحب کارخانه میگه که ما روز مرا برتان کار میتیم، تو باید به مزد کم کتی ما کار بکنی. و او مزد کم در هر حالت، چون کارخانه ماشین است، او استاده شدنش ضرر داره. انسان اگر مریض باشه، اگر جور باشه، خصوصا در اروپا وقتی که مرد و زن کار بکنه، چی زن حامله باشه، چی طفل دار باشه، چی در حالت کدام تکلیفی دیگری باشه، باید برای ماشین استاد شوه، اما قدر کاری را بکنه مثل که مرد کار میکنه، و مرد هم اما قدر کاری را میکنه مثل که چند، خصوصا کاری باز در کارخانه کار کردن و کتی ماشین، خصوصا در وقتی که ابتدا صنعت به میان آمد، یک بخش کار ماشین میکرد و یک بخشش انسان میکرد. ماشین چون اتومات است، انسان هم باید خود را اتومات واری جور کنه که به کارخانه کار کرده بتانه. فلهذا این کار شاقه است، اعمال شاقه است، اعمال شاقه باید مزد زیاد بگیره، ولی صاحب کارخانه برشان مزد کم میداد. مزد کم به خاطر میداد که شما کاتما دوامدار کار میکنید. او مزد که برش کافی نمیشد، باز یک وقتی می آمد که مزدور مکمل ملکیت صاحب کارخانه و صاحب سرمایه و سرمایه دار می شد. مثل که ما شما امروز هم مثال های داریم که مردمای بیچاره و فقیر بسیاری موارد سرمایه دار او را می خره بیخی، یه قدر قرضدارش می کنه که اولادش هم از او قرض بیرون رفتن نمی تانه و همه گی فامیل که سرمایه دار باید کار بکنه. نگه ای توجه بر عمال بمیان آمد فی مواجهت اسباح حاب العمل، که در کارفرما، در مقابل کارفرما باید اینا حمایه شود. تم انشاء منظمة العمل الدولية، یک سازمان جهانی کار و عمل بمیان آمد در 1919، والتي دعت الى حماية العمال من خلال تشغيلهم، در وظیفه هم حمایه شود و پیش از وظیفه و بعد از وظیفه حمایه شود.
والتي انضمت فيما بعد لهيئة الأمم المتحدة باز أمي سازمان جهاني كار باز يك بخش السازمان ملل المتحد شو در 1945. وتوجهت منظمة العمل الدولية إلى حماية العمال كار قرار حماية كاردن من خلال اتخاذ تدابير عديدة بري حماية أونها تدابير لازمة را چندين تدبير را بميان أور أزو جملة توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والعناية الطبية بري كارو كارغر يك بيمة اجتماعي را بميان أور در كاسي در كارخانة إن امروز ما شو بميلين در افغانستان در جاي مناطقي كي ذخایر سنگ زغال هستند، مردم بسیار با مشقت و با سختی کار میکنه و مزدوری خود پورا کرده نمیتونه. باز از این اوج مریض میشه، تنفس زغال میکنه، تنفس اکسیژن ملوث تنفس میکنه، در نتیجهش مریض میشه، امراض گوناگون به او مبتلا میشه، در کارخانه بد بوی غازات مختلف و یا مثلا کار کردن با استاد شدن از صبح تا ناوخت دیگه ای امراضی را برشان پیدا میکنه. برای اینا حمایه اجتماعی یا انشورنس یا بیمه را لازم کردن و العنایه طبیه در کارخانه باید ظروف و شرایط طبی مراعات شوه، کارخانه چه قسم باشه، هوایش چه قسم باشه، آبش چه قسم باشه، خوردنش چه قسم باشه، جای تفریح داشته باشه و حد و ضرورة وضع حد أدنى للأجور. إيرا تين كارت كي مثلا يك حالة وسطية أجورة باري باري يك مزدور چقدر دادا شوا كي ازو كمتر اگر بيتا و تشدد الظلم است وقدر نشوا كي او هيچ امو ضرورات اوليش پورا کرده نتانا. إيرا بميان آورد كي باید انسان مزدور ده ايجا حماية شوا كي مزدش كافي مزد دادا شوا كي امو ضرورت های اولي انسان پورا کرده بتانا. حماية بميان أو حماية الأمومة والطفولة ما دارو طفل حماية كاردن ما دار وقت كي بطفل خود شير ميتا ومزدور از در كارخانة دو وقت چقدر پول بيگيرا مزدوري چقدر باشا و چي گونا حماية شوا ما دارو هم چونان طفلش در آغوشش باشا با پشت سار خود بستا کنه و باري ماشين استاد است، یعنی برای طفلش یک جای منظمی در داخل کارخانه باشه که اوجه حفاظت اطفال خود بکنه، یک فضای خوبی برشان باشه، توفیر تغذیه و مسکن لائق و اوقات راحه، نانی که برای مزدور میته چه قسم باشه، غذایش جای بودوباشش که اگر اوجه مزدوری بودوباش میکنه چه قسم باشه که یک جای مناسب و اوقات راحه. همچنان برای تفریح یک وقتی باشه، یک دو ساعت کار میکنه با یک دادا تفریح میکنه، یک پیاله چای میخوره، یک جای ششتن باشه. ای در معاهدات بین الدول جای بجای شد. حق و عقد اتفاقات عمل جماعیه قرارداد اجتماعی کار، یعنی که قرارداد خود عامل مزدور یک قرارداد بکنه که برای ما 100 نفر جمع میشه که به این کارخانه ما قرارداد بکنیم که یکقدر مزد بده یکقدر به این شرایط. ای تو نباشه که فقط امو یک جهت طوری که میخواه امو قسم مزد میده و امو قسم از مردم کار میگیره. قراردادها باید شوه، قرارداد اجتماعی، قرارداد خصوصی، قرارداد به شرایط از دو جهت داشته باشه. اتخاذ التدابير المناسبه للمحافظه على الصحه والسلامه في مكان العمل در جای کار شرایط و ظروف صحی کارگران در نظر گرفته شوه که کارگر غذایش و صحتش و تنفسش و جای راحتش همگی باید شروط صحی داشته باشه، یعنی در یک محیط نامناسب حیوان واری او زندگی نکنه، بلکه حقوق انسانیش در این مورد در نظر گرفته شود. کما نجحت المنظمه فی ابرام اکثر من 100 اتفاقیه و این تنظیم سازمان بین المللی کار میگه در حدود 100 اتفاق یا قرارداد یا معاهده بین المللی را امضا کردن که کلگی موضوعش بود تهتم به حقوق العمال که کار و مسئول وظیفه و حمایه حقوق در اونا أو حقوق كارغر دو مراعات شوه. كل ذلك أدى إلى ظهور القانون الدولي للعمل. إي جهود ميغا منتج بأي شدن كي باري كار باري قانون يا كار قانون بين الدولي عمومي جور شده كي كارغر حقوقش مكلفيتهاش حقوق مكلفيتهاي كار فرما از كارغر از مرد از زن همه كي جوانبش دو در نظر گرفته شوه. آلي ما شما ميبينين كي در حقوق مامورين مرخصت هم هست و ضرورت هم هست و تفریم هست و حمایه او هم هست. همچنان در کار برای کارگرا تا
تفریح موجود داره، صحت موجود داره، برای هر چیزیش امو حق و زحمه باید داده شوه برشان. و همچنان در یک زمانت انشورنس یا بیمه داشته باشه که اگر او مریض میشه تقاعد داره، تقاعد به میان آوردن که اگر این میمره، یا مثلا کسی در یک کارخانه بیخی از بین میره، دست و پایش قطع میشه، معیوب میشه، او چی زماناتی باشه که او را ای با یک قانون منظمی را برشان درست کرده. خامسا القانون دولی للتنمیه، قانون دولی رشد بین المللی. خامسا القانون الدولي للتنمية ظهر نتيجة زيادة الهوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة. قانون بين المللي رشد متوازن كما قلت كي دنيا در دولتها قانون مي باشا كي رشد متوازن بيت صورة بجيرة وهم كي دنيا بيت هك رشد متوازن باشا باشا خصوصا مي بينين كي با آمدان يا تعميم غلوبالايزيشن يا علماء کل دنیا یک قریه جور شدن، اگر یک منطقه در دنیا باشه که او بسیار پسمانده است، حتما دنیای مترقی و پیشرفته از او متضرر میشه. اگر بسیار پیشرفته است، در پیشرفت اونا همه دنیا سهیم شده. فلهذا جامعه بین المللی به این نظر و فکر هستند که باید یک رشد متوازنی نسبتا متوازنی به میان بیاید در کل دنیا. و ای فراغ بسیار کلانی که بین دولت فقیر و دولت سرمایدار یا پیشرفته وجود داره ای باید کمتر شوه. یک طرف دولت هایی هستند که حقوق انسان را بالکل طوری مهیا کرده که آل پول خود، اموال خود را، استعداد خود را فقط و فقط در بازی کردن و تفریح کردن و در شهوت پرستی و به این مصرف میکنه. و دیگر طرف انسان هایی هستند که اونا برای نجات زندگی خود یک لقمه نان نداره، لباس نداره، خانه نداره. دیگه این فراغ باید کم شوه، چرا که این برای امنیت همه دنیا خطر است. امروز ما شما که میبینیم قضیه مهاجرت یک قضیه کلان به میان آمده که مردمایی که دولت های فقیر هستن، کار ندارن، نان ندارن، لباس و خانه ندارن، به دولت های سفر میکنن، میرن به خاطر مزدوری و به خاطر پول به دست آوردن که اونا پیشرفته هستن و اوجا حقوق و حقوق دارن، یک چوکات منظم داخل میشن، حمایه میشن اوجا. دیگه اینها میگن که باز این ضرر زیادتر میشه، این باید از بین برده شوه. زیادت الهوة بین الدول الغنی و الدول الفقیره، چرا که این دولت های فقیر خویا حالات جنگ سرش آمده، یا اقلیمش نامناسب است، یا دولتش بیکفایت است، یا هر سببی که هست در تخلفش باید هم در از بین بردن تخلف و پسماندگیش باید همکاری شود. قامت الامم المتحده با اعداد برنامج للتنميه عام 1965، كما اهتمت المنظمات الدوليه بمجال التنميه وابرمت اتفاقيات عديده من مثل اتفاقيه ياوندي بين الدول الاوروبيه والدول الناميه. قرارداد ياوندي بين دولتي اوروبا ودولتي فقير وپسمانده و دول نامیه ای که رو به رشد هستن، به نمو هستن، بین اینا معاهده امضا شد التي تمنح للدول النامیه دخول سوق الاوروبیه به ادنا حد للاسعار. و دولت هایی که رو به پیشرفت هستن که به شرایط بسیار آسان باید به اتحادیه اروپا ملحق شوند، با از اونا استفاده کنه، به او بازارها راه پیدا کنه، یعنی سهیم شوند در اوجه که از اونا استفاده کنه، مال خود اوجه عرضه کنه، از اونا با شرایط آسان که اقتصادش رشد بکنه. مما ادى الى استقرار القواعد القانونية للتنمية و اصبح يطلق عليه القانون الدولي للتنمية. یعنی میره قانون دولی تنمية میگه که یعنی کل اینام باید رشد بکنه، اروپا رشد کرده و ای دولت ها رو به پیشرفت هستن که در پیشرفت اونا سهیم شوند. والتي تطبق بشكل خاص على العلاقات الاقتصادية بين الدول النامية والدول المتقدمة، خصوصا دولتهاي كي آل رشد نكردن متحضر ومترقي نيستن، ودولتها ودولتهاي كي رشد كردن بأونا همكاري اقتصادي شوا، روابط اقتصادي بينشان باشا، تجارت باشا، صنعت باشا، حتى تعليمي كي در رشد اجتماع چي دارا اهميات دارا، با می همکاری امرایشان شوه که
مستوى تعليميش بخاطر الرشد الاقتصادي، والرشد الاقتصادي بخاطر مراعاة وحفاظات حقوق إنساني يهمجي دربار بيجيرا واجتماعات كتشان الرشد بكنا. ومن أهم مميزاته أنه يوجه قواعده واهتمامه لمصلحة الدول العالم الثالث على حساب الدول المتقدمة. يعني داري قانون ميجا زياد مراعاة كشداء الدنيا السيومة دولتها السيوم كونا فقيرة ونا مراعاة شداء على حساب الدول المتقدمة دولتها كي بيشرف كردن اونا باید همکار شوند با اونا مسئولیت بدوش میندازه که شما در پیشرفت در رشد در تنمیه و ترقی این دولت ها باید همکار باشین و همکاری بکنین در با این دولت ها. سادسا القانون دولی الاقتصادی فرع هفت و ششمش قانون بین الدول عمومی قانون دولی اقتصادی است. اقتصاد چی معنی؟ ينظم العلاقات الاقتصادية بين الدول. قانون اقتصادي يعني مجموعة امو قواعد است، امو روابط، امو موضوعات را در بر میگیره که روابط اقتصادی بین دولت ها و من بین دولت ها را تنظیم میکنه. و من اهم منظماته و سازمان ها یا تنظیم های مهم در این مورد که اقتصاد دولت ها را رشد میده تنظیم میکنه، رشد نه تنظیم میکنه مواردی مقضايا اقتصاديش منظم ميسازا. صندوق النقد الدولي اقراض الدول، صندوق النقد الدولي كما يقبارشان يا صندوق واجهي جهاني بولي، صندوق بولي جهاني كي اقراض الدول باري دولتها قرض هارا مهيا ميكونا كي قرض بيجيرا بخاطر بنا كردان تأسيسات خود يا رشد اجتماعي خود امو سرمایه گذاری کردن، فرصت سرمایه گذاری در اساسات دولت برشان قرض میتا برشان تصحیح هیکلی شروط القرض یعنی شرایط آسان برشان مهیا میکنه که قرض بگیره از این صندوق. البنک الدولی للانشاء والتعمیر بانک جهانی اعمار و تنمیه بانک که این تمویل پروژه ها را للإنشاء والتعمير إيه تمويل كونينداس يعني باري دولتاي فقير پول مهيامي كونا كي پول پايسا پايدا كونا بارشان بتا و پروژهارا تطبيق كونا. منظمة الجات جات الدولي الأكثر رعاية الدولة طول أكثر رعاية إيه تشريع شودا منظمة الجات دا 1948 إجهاز هو اختصار عن كلمة جات GATTT الجات الإنجليزية الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية دي جمر ده قرارداد تعرفة هاي جمركي كي تعرفة هاي جمركي چي گونه باشا اي تشريش اي جهاز كامي شما ايرا بخان جمرك هاي تجارتي چي قسم باشا چي قدر باشا خصوصا باري دولت هاي كي اونا فقير استن و اونا اگر بيرون چيزي روان ميكونه چي قدر تعرفة بالاشان باشا اگر وارد ميكونه چي قدر باشا. اي مسائل يتميز بنظام خاص للتسويب حسب وزن الدولة ومسؤولية الاقتصادية. إيه ميجا مسائل اشتاوري تنظيم شودا كي أمو دولتي كي چقدر وزن دارا وبيد أما قدر يعني اقتصادي روش وزن دارا أما قدر در سهم بيجيرا در 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 روش ديگارا ومسؤولية الاقتصادية وهو ما يعبر خروج عن مبدأ المساواة بين الدول. ایجا میگه از مساوات دولت ها تعدی صورت گرفت. مساوات به این معنی بود که سابق گفتیم که دولت ها همه گی با یک دیگر مساوی استن، یک صوت داره، یک صدا داره در انتخابات، یک رای داره، کل گی دولت ها چی قوی باشه و چی ضعیف باشه. ولی در ایجا میگه دولتی که اقتصادش رشد کرده قوی است اونا باید سهم زیاد بگیره، مسئولیت زیاد داره و اونا باید صدایش هم چی داره. این شما و شما شاید هستیم وقتی که به افغانستان کمک جمع میشه از یک دولت فقیر اگر کم هم بتا در سازمان برشان کسی نمیگه که چرا، ولی اگر دولت هایی که بودی اقتصادش رشد کرده قوی هستن با اعتبار اقتصادی وزن زیاد داره اونا باید مسئولیت زیاد بگیره. حیث تختلف الاسوات و حسب الدول المصدرات او المستورده کسی که بیرون روان میکنه کسی که وارد میکنه صادرات و وارداتش فرق داره. یعنی زیاد دولتی که پیشرفت کرده باید او زیاد نخواهد بلکه با دیگرا بیت اونا سهم شوه زیاد سهم بگیره.
سابعا القانون الدولي البحري، واخري شافتو مش قانون دولي بحري است كيما قانون بين مليز در بحر دولتاي كي بحر رادارا ونا ونا استفاده میکنن از بحر، ولی مشکلاتی هم بودن، دزدی هایی بودن، القرصن البحری دزدی های بحری بودن، بحر که بر کسی که نزدیک بود اوجا دیگر را نمی ماند از بحر استفاده کنه، برش قانون جور شده که سفرها را تنظیم کنه و مسائل بحری را تنظیم کنه. تنظم العلاقات البحریه بین الدول و تشمل قواعد حریت الملاحه، کشتیرانی را آزاد کردنش که از یکی آب دولت است، یکی آب بین المللی است که از آب بین المللی همه که دولت ها استفاده کردنش آزاد است، میتونه استفاده کنه، ولی آبی که مربوط به یک مملکت است، امو چند میل، پنجا میل است یا پنجا و پنج میل است، او دولت چی قواعد و قوانین را منظم بسازه که مردم از او هم عبور کرده بتانه، و تنظیم المواصلات البحریه رفت و آمدش تنظیم کنه، و المیاه الاقلیمیه و استغلال ثورات البحریه از آب بحر یا از ذخایری که در بحر است کی استفاده بکنه، کی کرده میتونه، کی نمیتونه، سری جنجالا نخیزه. ای بود تقریبا مختصرا فروع قانون بین الدول، که قانون بین الدول فروع متعددی داره. فروع متعددی داره یعنی امروز ما و شما از این فروع که زیادتر فروع است، فروع زیادی داره. میبینیم که برای حقوق زن و برای حقوق طفل و برای حقوق محیط زیست و برای آب و برای نمیدونم تلوث بیئه، یعنی چی محیط زیست که گفتیم، برای همه قوانین تنظیم شده به سطح دنیا، معاهدات و سازمان های به میان آمده. یکی از حقوق حیوان حمایه میکنه در کل دنیا، یکی از حقوق جنگل ها حمایه میکنه، یکی از آبهای طبیعی و از ذخایر طبیعی و از ای همگی. حال تقریبا در این دنیایی که امروز ما شما زندگی میکنیم، مثل که دولت برای رعیت خود قوانین مختلف را در همه عرصه های زندگی تنظیم کرده، همچنان اجتماع بین المللی در همه عرصه های بین المللی ضرورت های انسانی قوانین را تنظیم کرده که به سطح بین المللی از او حمایه میکنه. حقوق معیوبین، از حقوق فقرا، از حقوق کار، از حقوق مامور، از حقوق یک طرف حقوق انسانی، دیگه طرف از حقوق موارد طبیعی، دیگه طرف چرا که این موارد طبیعی برای انسان است که از او استفاده بکنه. ما و شما در شریعت همچنان نصوصی داریم که یک بنیاد اساسی را برای ما و شما تعیین کرده، که مثلا سایه ها را مراعات کردن، دو چتلی و گندگی نکردن در آب روان، چتلی نه انداختن و نکردن که او را چتل بسازی، محیط خراب کردن، یا مثلا از کدام جا استفاده شوه. این قانون هتل ها امروز است، قانون غذا ها است، قانون نظافت است، قانون سرک ها است، قانون چیزی که ضرورت های انسان ها میبینین در مورد معاهدات بین المللی و قوانین بین المللی وجود داره که کل گی دولت ها مکلف هستند که او را مراعات کنه. یک چیزی که قابل یادآوری است بگویم برتان که قوانین اساسی همه گی دولت ها حقوق انسانی را، حقوق اساسی انسانی، ضرورت های اساسی انسان را در قوانین خود جایگزین کرده، که حقوق اساسی اصلا از همین معاهدات بین المللی یا حقوق وثیقه بشر، حقوق بشر یا حقوق انسانی، Human Right Declaration، الاعلان العالمی لحقوق الانسان، از او گرفته شده که او باید مراعات شوه. ولی این مراعات میشه یا نمیشه، ما مثل که پیش یادآوری کردیم در شریعت اسلامی حقوق همگی انسان ها از روزی که تولد میشه تا روزی وفاتش و بعد از مرگش، مرده انسان چه قسم تدفین شوه، از او چه قسم احترام شوه و چه قسم شروط و شرایط و ظروف برش مهیا شوه که او محترم باشه، بعد از مرگ توهین نشوه، نبش مرده کشیدنش، یا این کلی مسائل است که شرط هم تنظیم کرده. و ای که متاسفانه که در دنیا مسلمان ها بالاشان عمل نکرده یک قضیه است، ولی قضیه اساسی است که این حقوق امروز دنیا او را به رسمیت شناخته و برشان قوانین را تنظیم کرده و تدوین کرده و از او چی میکنه امروز نظارت میکنه، دیگه سازمان های را به میان آورده که ببینه که قوانین در کدام بخش از دنیا نقض میشه، مراعات نمیشه، باز راپور سالانه را
تهیه میکنه به موجهاتی که قانون تنظیم کرده به اونا راپور میده. باز حتی سازمان ملل متحد در مجمع عمومی دولت های را که حقوق نقض کرده اونا را محاسبه میکنه و اگر وقت به حالت میرسه که سرشان جزاهای که اونا مناسب میمینه تطبیق میکنه برایشان. دیگه هی فروع قانون بین الدول به سطح کلی دنیا مختصر مرور کردیم. انشاءالله درس آینده را باز در موضوع جدید و نو تقدیم میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.